بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت شما خواهران و برادران عزیز. مبحث امروزی خود را تحت نام کارکرد و اهداف حقوق تطبیقی آغاز می کنیم. خب دوستان عزیز، ما در جلسه قبلی پیرامون ارتباطات حقوق تطبیقی با سایر علوم خواندیم، ولی امروزه ما می خوانیم که کارکرد و هدف حقوق تطبیقی چیه. دوستان عزیز، آنچه که از ما و شما سوال می کنند، ما میگیم دوستان عزیز هر نوع مطالعه و بررسی که به پدیده های درون مرزی محدود شده باشه و نتوانه از مرزهای ملی بگذرد مستحق نام علم نخواهد شد و حقوق تطبیقی وسیله است که به حقوق جنبه فرامرزی و بین المللی میدهد. در گذشته ها دوستان عزیز، هر کشور و یا علمای حقوق هر کشور در داخل کشور خود صرفاً نظام حقوقی خود را مورد مطالعه قرار می دادند. مثلا در افغانستان شما علمای حقوق فقط حقوق افغانستان مطالعه می کردیم، از ایران و فرانسه و ایتالیا هیچ خبری نداشتید. پس علمای حقوق گفتند هر نوع مطالعه که به پدیده های درون مرزی محدود بشه، از مرزها بیرون نشه، دیگه او نمیتونه ما نام علم به سر بذاریم، او علم نیسته. پس وقتی ما میتونیم یک پدیده در ما روی از او نام از او اعلام بگذاریم که از مرزها بیرون بشه، جنبه فرامرزی و بین المللی برای خود خو بگیره، او وقت نام علم میتونیم به سر از او بگذاریم. و در حقیقت همین حقوق تطبیقی سبب شد که امروزه علم حقوق هیچ مرز را نمیشناسه. در علوم تجربی و طبیعی و همچنین علم اقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی، یافته ها و نظریات بین علما تبادل میشه دوست گرامی، رد و بدل میشه و بدون اینکه مقید به کشور خاصی باشه. مثلا فیزیک یا کیمیا یا ریاضی یا الجبر، آیا شما تا حالا دیدید که بگوین فیزیک فرانسوی یا کیمیای امریکایی یا بیولوژی افغانستانی یا افغانی؟ آیا همچون چیزی دیدیم شما؟ نخیر. حالا در فیزیک دوست گرامی هیچ گونه کشور یا پسوند ما در آخر همان علم نداریم مثل فیزیک فرانسوی. آقای وقتا میگویند که فرانسه در حصه علوم فیزیک خیلی فعالیت کرده، یا آمریکا در حوزه بیولوژی خیلی فعالیت کرده، یا چین در حوزه فلان مضمون علمای از او خیلی فعالیت کردن، اما هیچ گاه ما فیزیک رو به یک کشور خاص نسبت نمیدیم. اما در بحث حقوق دوست گرامی این متفاوته. مثلا میگم حقوق افغانستان، حقوق ایران، حقوق چین، حقوق روسیه چرا نسبت میدم؟ برای این که دوستای گرامی علم حقوق از فیزیک و کیمیا متفاوت می باشه. علتی چیه؟ میگن که هر کشور نظام حقوقی خود را بر اساس مطالعات، بر اساس بررسی ها، با در نظر داشت اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نظام حقوقی خود را تدوین می کنه. پس اینجا که نظام حقوقی یک کشور با کشور دیگر فرق میکنه، آیا اوضاع و احوال اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی ما و شما با امریکا یکی است؟ نه خیر. امریکا با توجه به همان اوضاع و احوال قوانین خود را وضع میکنه، افغانستان با توجه به همین اوضاع و احوال حاکم قوانین خود را وضع میکنه. و دیگه که هر کشور میگه مقررات خود را خاص خود را وضع کرده و در نتیجه مطالعات و بررسی های حقوقدانان به مقررات ملی محدود بوده است. وضع مقررات ملی همراه با اوجگیری احساسات میهن پرستانه و ملی گرایانه موجب شده تا حقوقدانان نسبت به حقوق ملی خود احساس غرور کرده و نیازی به مراجعه به حقوق سایر کشورها احساس نکنند. با عنوان مثال، وقتی که ما و شما صحبت از حقوق افغانستان میکنیم، افتخار میکنیم به این نظام و تلاش میکنیم که بگیم این نظام ما بهترین نظام هست،
ما نیازی نداریم که به ایران مراجعه بکنیم، نیازی نداریم که مراجعه بکنیم به هندوستان. میگیم قوانین ما الحمدلله تمام عیار است، ریشه در شریعت اسلامی داره، در عرف حاکم در جامعه ما داره، بر حال قوانین ما هیچ گونه مشکلی نداره. همواره اگر یک ایرانی هم از او پرسان بکنیم میگه قوانین ایران بهترین است، ما نیاز به یک کشور نداریم. اگر از یک آمریکایی پرسان کنیم میگه قوانین ما بهتر است، بهترین است و ما نیاز به دیگر کشوری نداریم. اما دوستان عزیز، حقوق تطبیقی سبب میشه که این تلقی تنگ نظرانه از حقوقدان تغییر بکنه و حقوق به عنوان پدیده جهانی و فرامرزی و در نتیجه یک علم مطرح بشه. حقوق تطبیقی میای برای ما و شما چی میگه؟ میگه درست است که شما در این زمینه فعالیت کردیم، نظام حقوقی شما نظام حقوقی خوبی می باشه، نظام حقوقی آپدیت شده می باشه، اما شاید که از این نظام حقوقی بهتر دیگری هم وجود داشته باشه که او در فرانسه، در ایتالیا، در چین یا در پاکستانه. و دیگه ای که حقوق تطبیقی برای ما شما میگه که حقوق نباید ما با شما به داخل مرزها محدود بکنیم، جنبه فرامرزی بدیم، تا اینکه اگر نظام حقوقی افغانستان عزیز نظام حقوقی خوبی هست، نظام حقوقی تمام عیار هست، پس چرا امریکا از استفاده نکنه؟ بگذارین که فرانسه از استفاده بکنه، بگذارین که او شهروند افریقایی از استفاده بکنه، پس جنبه فرامرزی میگه برای از بدیم. این گپر کی میگه؟ حقوق تطبیقی گپر میزنه. البته وجود نظام های حقوقی ملی متفاوت سبب ایجاد و توسعه حقوق تطبیقی شده و چنانچه نظام های حقوقی ملی وجود نمی داشت، حقوق تطبیقی هم متولد نمی شد. ما در تعریف حقوق تطبیقی گفتیم که حقوق تطبیقی دو نظام حقوقی رو مقایسه میکنه، میگه این نظام از این نظام بهتره، این نظام این مشکل داره و این نظام این مشکل داره، این نظام این خوبی داره و این نظام این خوبی دیگر داره. پس در مجموع دوستای گرامی، اگر ما این نظام های حقوقی کشورهای متفاوت نمی داشتیم، مطمئنا که امروز حقوق تطبیقی هم وجود نمی داشت. چون اگر به کل جهان یک نظام حقوقی می بود، دیگر حقوق تطبیقی ضرور نبود که دیگر نظامی وجود نداشت که مقایسه بکنه. پس حقوق تطبیقی نظام رو مطالعه میکنه و تلاش میکنه که برها جنبه فرامرزی برای حقوق بده. در ابتدای شکلگیری حقوق تطبیقی سوال طرح شده بود، سوال مطرح شده بود بین علمای حقوق که آیا حقوق تطبیقی نتیجه علمی داره یا نداره؟ یا ای که صرفا ما به شکل نظری دو نظام حقوقی رو مقایسه میکنیم، این میگیم این نظام حقوقی ای خوبی داره، این نظام حقوقی ای خوبی داره، میگفتن آیا ای یک منفعت هم داره، آیا مؤثر هست یا نیست؟ و همین شک سبب شد که هر کس بیای در این زمینه ابراز نظر بکنه. به هر حال بعضی بیام رد بکنم، بعضی از اونا بیام تایید بکنند و بالاخره یک عده بیان بگن که حقوق تطبیقی خیلی حقوق یعنی نقش موثر داره و اگه دمی اومدن ادعا میکردم که حقوق تطبیقی هیچ اهمیتی نداره. به هر حال دو گروه از موافقین و مخالفین خلق شد در حوزه حقوق تطبیقی. خب وقتی که شک و تردید به وجود آمد، تحقیقات زیادتر شد، هم علمای حقوق کنجکاو شدند و در نهایت امر به این نتیجه رسیدند که حقوق تطبیقی نقش فوق‌العاده مؤثری در زندگی اجتماعی، در روابط مردم، در روابط مردم با دولت، در روابط دولت‌ها فیما بین یک دیگر کشورها نقش فوق‌العاده مؤثری را ایفا می‌کند. تا جایی که دوستان عزیز قرن 21 را به نام قرن حقوق تطبیقی یا قرن مطالعات تطبیقی نامیده‌اند. گفتند که در این قرن باید کشورها مطالعات تطبیقی حتمی و حتمی انجام بدن تا اینکه خلاها و نواقص نظامهای حقوقی خود را دریافته و در زمینه تصامیم جدی و عملی اتخاذ کنند.
حالا اهداف و حقوق تطبیقی چی می باشه؟ مهمترین اهداف حقوق تطبیقی چیه؟ اول، افزایش آگاهی های عمومی حقوقدانان. در گذشته دوستان عزیز، حقوقدانانمان خیلی آگاهی کامل نداشتند. فقط قانون اساسی می فهمیدم، قانون جزار می فهمیدم، یعنی چند تا قانون دیگر از کشور خود می دانستم. اما امروزه حقوق تطبیقی سبب شد که آگاهی ما شما افزایش بیابه. پس همانطوری که تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، جامعه شناسی حقوق روی کیفیت و عملکرد آموزش و عملکرد حقوقتان تأثیر مثبت داشت، وقتی شما فلسفه حقوق را بخوانیم، تاریخ حقوق را بخوانیم، برداشت شما نسبت به نظام های حقوقی، نسبت به نظام حقوقی ملی خودمان بسیار عمیق میشه، پخته میشه. ما شما میفهمیم که به حال چی هست این حقوق. پس همان طوری که تاریخ حقوق، فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق سبب میشه که برداشت ما شما عمیق بشه، حقوق تطبیقی هم دوستای گرامی سبب افزایش آگاهی عمومی ما شما میشه، کیفیت آموزش و عملکرد ما شما رو بهبود میبخشه. حقوق تطبیقی دوستای گرامی سبب میشه که به حال حقوقدان ما و شما از حقوق سایر کشورها، سایر جوامع، از زندگی سایر افراد آگاهی حاصل بکنه که در دیگر کشورها چی نظام و چی قوانینی حاکم است. و بالاخره این حقوق تطبیقی است که زمینه ارتباط ما و شما با کشورهای دیگر، با کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ارتباط ما و شما برقرار میکنه. دیگه این که میگم حقوق تطبیقی تمرین مفید علمیه. چی رقم تمرین مفید علمیه؟ ما و شما میخواییم که نظام حقوقی فرانسه رو مطالعه بکنیم. خب حقوق تطبیقی ما تحریک میکنه، میگه برو نظام حقوقی فرانسه رو مطالعه بکن. خب نظام حقوقی فرانسه چی وقت میتونه ما و شما مطالعه بکنیم؟ وقتی که ما زبان فرانسوی یاد بگیریم. اینجا که دو سال گرامی، 2 سال 3 سال ما زبان فرانسوی میخوانیم. وقتی زبان فرانسوی یاد گرفتیم، در قدم نخست حقوق تطبیقی سبب شد که ما زبان فرانسوی یاد بگیریم. گپ خیلی مهمیه. بعد از اینکه زبان فرانسوی ما یاد گرفتیم، شروع میکنیم نظام حقوقی فرانسه رو مطالعه میکنیم که این نظام حقوقی فرانسه چی هست و به حال منبع و منشأ نظام حقوقی فرانسه چی هست، کدام کشورها از این نظام تبعیت کردند و فرانسه از کدام کشور تبعیت کرده. بالاخره یک تمرین مفید علمی دوستای گرامی، هر روز ما مطالعه میکنیم، هر روز تحقیق میکنیم. دیگه ما شما با یک دانشجوی تمام عیاریم، همانطوری که میگم محصل و یا دانشجو یعنی جستجوگر به مفهوم واقعی از ما جستجو میکنیم. وقتی که ما دوستان عزیز نظام حقوقی فرانسه یاد گرفتیم، برداشت کردیم، ضعف و قوت از او فهمیدیم، باز از او جایی که ما و شما زبان فرانسوی یاد داریم، کنجکاو میشیم که تاریخ فرانسه را مطالعه بکنیم که به هر حال چی فراز و نشیب های پشت سر گذاشته فرانسه، چه مشکلاتی دیده و کدام کشور حمله ور شده و کدام کشور به این کشور تجاوز نموده. برخال ما و شما ممکن بیایم تاریخ از او، هنر از او، ادبیات از او، مردم از او مطالعه بکنیم که اینا در مجموع همه میگن که تمرین مفید علمی می باشه. پس اگر حقوق تطبیقی نمی بود ما زبان فرانسوی یاد نمی گرفتیم. وقتی فرانسوی یاد گرفتیم حقوق رو مطالعه کردیم، وقتی حقوق رو مطالعه کردیم با افغانستان مقایسه کردیم. پس اینا همه تمرینات مفید علمی می باشه. خب دوستان گرامی، افزایش آگاهی های عمومی حقوقدانان کامل نشد، چون سبب دیگری هم هست که فکر میکنم در بر میگیره. پس مبحث دهم در همین جا ختم میکنیم. ادامه افزایش آگاهی ها در جلسه 11 ان شاءالله
به بحث خواهد گرفتیم. سپاس از حضور همه شما دوستان عزیز.